بسم الله الرحمن الرحیم حضرت عبدالعظیم که مردم ایران به طور عام و مردم تهران به طور خاص افتخار دارند که در سایه عظمت و معنویت ایشان زندگی می کنند عالمی محدث و دانشمندی بزرگوار بود از نسل امام حسن مجتبا سلام الله علیه نسبشون به این ترتیب جناب ابوالقاسم عبدالعظیم ابن عبدالله ابن علی ابن حسن ابن زید که زید فرزند امام حسن مجتبا علیه السلام بود پس حضرت عبدالعظیم از سادات حسنی بوده اند که با ائمه زمان خود امام رضا امام جواد امام حادی مرتبط بودند و در اون زمان که شدت سخگیری های بنی عباس بوده خلفای مانند متوکل که سخگیری های فوق العاده ایشون رو بر شیعیان همگان میدانند ایشون به طور ناشناس و حالت فراری در شهرهای مختلف زندگی می کردن تا زمانی که لا این سفرها به ری رسیدن و در همون منطقه ری ساکن شدن که ری اون زمان منطقه بسیار بسیار آباد و بزرگ و جای خیلی حساس و بزرگی بوده در منطقه ری ایشون ساکن می و به عده از مردم مطالبی رو تعلیم می کردن خیلی آرام و ناشناس و بی سر و صدا برصورت در ماجراهایی پیش میاد که جزئیاتش رو اکثر کسانی که رفتن زیارت حضرت عبدالعظیم اونجا در صحن متحر ایشون و در حرم متحر ایشون مطالب رو خوندن تکرارش خیلی لازم نیست نکات مهمتری دیگه هست که باید بگیم حال در یک باغی که باغ یکی از شیعیان ری بوده ایشون مدفون شوند و صاحب باغ اون باغ را بر شیعیان وقف میکنه و اون باغ همان نیست که الان حرم حضرت عبدالعظیم هست و که خب دیگه همه رفتن به زیارت و میدانند و خبر دارن مقامات حضرت عبدالعظیم خیلی خیلی فوق العاده است نکته این است که ایشون غیر از این که امامزاده بوده اند دانشمند والا مقامی بوده اند دانشمندی که مورد عنایت و تأیید ائمه زمان خود بوده است دقت کنید از عظمت های روحی ایشون من اشاره کنم زمانی که امام حادی به امامت میرسه زمانی است که تقریبا امام هادی در سن جوانی است و عبدالعظیم الحسنی به عنوان یک دانشمند بزرگ یک محدث و فقیه در سن نسبتا بالا بالایی است سنی از امام حادی خیلی بالاتر اما با این همه به دلیل اینکه امام حادی امام زمان اوست حضرت عبدالعظیم عقاید خودش رو بر امام حادی به عنوان امام زمانش عرضه میکنه عرضه میکنه که آقا عقیده من در توحید اینه در نبوت اینه حدیثی مفصل که وقتی مشرف بشوید حرم از عبدالعظیم هست اون متن حدیث حدود دو صفحه هست که خلاصه ای از یک عقاید سالم و صحیح یه فردی که شیعه است عقاید صحیح داشته باشه عقاید صحیحش رو عرضه میکنه به امام هادی که وقتی عرضه میکنه امام هادی علیه السلام تصحیح میکنه عقاید رو و قبول میکنه و میفرماید انت ولی یا نا حقا حقا تو ولی ما هستی عظمت عبدالعظیم در اینه که نسبت به ائمه زمان خودش خاضع بود هرچند که خودش دانشمندی بود ببینید و در واقع نشون داد که خضوع و تسلیم در مقابل امام زمان است که به فرد اهمیت و عظمت میده نه این که فقط دانشمند باشد و الله ما در مقداری که الان اخیرا گردآوری کرده اند حدود 80 حدیث به واسطه ی حضرت عبدالعظیم نقل شده تعداد این احادیث که نقل شده باشد نشون میده که اون فرد فرد دانشمند و محدثی بوده و در جریان نقل اخبار بوده در بعضی از منابع مشایخ و اساتید عبدالعظیم الحسنی رو معرفی کردند همینطور راویانی که از ایشون نقل حدیث کردن معرفی شده معلوم می شود که این مرد بزرگ حلقه های بحث علمی داشته در حلقه های بحث علمی شرکت می کرده و شاگردانی داشته و این خب نشون میده که این مرد مرد دانشمندی است اما با وجود این دانشمندی با وجود این مقام علمی خضوع در مقابل ائمه زمان خودش این نشون میده که عظمت و اون علو روحی این بزرگوار فضیلت زیارت ایشون رو محدثان بزرگی تأیید کرده اند من جمله مرحوم ابن قولویه در کتاب کامل و زیارات که در این کتاب ایشون تأکید میکنه که من در این کتاب هیچ حدیثی را نقل نکرده هم مگر اینکه از افراد ثقه باشد همینطور در کتاب ثواب الاعمال مرحوم شیخ, شیخ صدوق که به وسیعیت خودشون بعد از گذشت حدود صد و چند سال که از وفات حضرت عبدالعظیم گذشته مرحوم صدوق 381 از دنیا رفته تقریبا 150 سال بعد از حضرت عبدالعظیم وصیت میکنه که در جوار ایشون دفن بشه که الان هم بقعه و بارگاه مفصلی به نام بقعه ابن بابوی مزار ابن بابوی هست مزار شیخ صدوق این مرد بزرگ این محدث بسیار بزرگ ایشون در کتاب ثواب الاعمال فضیلت زیارت حضرت عبدالعظیم رو نقل میکنه همینطور منابع دیگر ارز کردم که حدود هشتاد حدیث از جناب عبدالعظیم الحسنی نقل شده این احادیث واقعا هر کدامشان اقیانوسی از معرفت است. یه حدیث بسیار فوق العاده و شامخ داره عبدالعظیم الحسنی که یه روزی خدمت امام جواد سلام الله علیه میرسه وقتی خدمت امام جواد میرسه عرضه میدارد که یبن رسول الله حدیثی به من بگو که از پدرانت شنیده باشی که از رسول الله باشد از پدرانت شنیده باشی امام جواد فرمودن که حدثنی ابی ان جدی ان آبایی قال قال امیر المؤمنین علیه السلام امام جواد سند رو رسوند به امیر المؤمنین سلام الله علیه که بعد با همین سند 16 تا حدیث پشت سر هم نقل میکنن یعنی به این ترتیب که حدیث اول رو که نقل میکنن بعد از عبدالعظیم میگوید که زدنی یبن رسول الله حدیث دیگر بفرمایید با همون سند حدیث دیگری بیان میکنن باز عبدالعظیم بیان میکنه که زد نیبن رسول الله همینطوری 16 تا حدیث بیان میکنن بعد از 16 تا حدیث حضرت عبدالعظیم عرضه میدارد که حسبی بسه این 16 تا حدیث در مرحوم صدوق در کتاب امالی خودش نقل کرده و بسیار احادیث زیبایی است دو سه موردش رو من عرض میکنم به عنوان نمونه یکی از احادیث اینه حضرت امیر فرمود لا یزال و ناس به خیر ما تفاوتو فعدستوا و حلکو مردم تا زمانی زندگیشون به خیر است که تفاوت داشته باشند وقتی که مساوی شدن هلاک می شونن. این نکته رو خیلی کوتاه میخوام توضیح بدم ببینید ما بعضی وقتها ناراحت میشیم از این که چرا با دیگری تفاوت داریم یکی میگه قد من کوتاس قد او بلنده یکی میگه من پولم کمه پول او زیاده یکی میگه حافظه من ضعیفه حافظه او قویست از این جور مسائل همجوری مطرح میشه و این تفاوت ها رو ناراحتن ازش مکدرن بعضی وقتا وسیله افسردگی میشه اما اینجا امیر المؤمنین بیان میکنه که اصلا تفاوت جزء خلقته اصلا تفاوت باعث خوبی خلقته ما وقتی در بدن خودمون نگاه میکنیم تفاوت میبینیم در بدن خودمون پوست و گوشت و استخوان و مویرگ و شاهرگ و ناخون و مو و نمیدونم همه انواع اقسام این اجزا و عناصر در بدن ما هست اما یک بدن با تمام اینها میچرخه در واقع یک بدن با تمام اینها استواره روی کره زمین نگاه میکنیم کوه میبینیم دشت میبینیم دریا میبینیم خشکی میبینیم شهر روستا باغ چه میدونم ساختمان اینها همه با هم تفاوت دارن آیا باغ میتونه بگه چرا من ساختمان نیستم و باغم درسته این حرف رو بزنه ساختمان بگه من چرا ساختمانم و باغ نیستم گل قرمز بگه چرا من زرد نیستم گل زرد بگه چرا من قرمز نیستم اصلا این حرفها غلطه و در واقع گل قرمز باید به با عنوان گل قرمز بودن خودش انجام وظیفه کنه خداوند هم طبیعتا به چه مقدار از ما میخواد و به چه مقدار ما رو محاسبه میکنه به مقداری که به ما امکانات داده و سلام نامه تمام لذا اگر به پوست به اندازه پوست بودنش باید انجام وظیفه کنه استخوان هم به استخوان بودنش یا آدم کم حافظه هم به اندازه کم حافظه بودنش پر حافظه هم به اندازه پر حافظه بودنش تفاوت لازمه خلقته و اگر تفاوت از بین برود مردم هلاک می نابود می شوند باز حدیث دیگر از همین سلسله این است که عبدالعظیم الحسنی نقل می کند که امام جواد فرمود که امیر المؤمنین فرمود که لو تکا شفتم ما تدافنتم حدیث فوق العاده است فرمود آی مردم اگر اسرار زندگی شما بر هم دیگر روشن می شد هیچ کسی فرد دیگری را دفن نمی کرد در واقع ببینید پیام این حدیث اینه که شما همتون مجموعه ای از بدی ها و خوبی ها هستید خوبی های شما را خداوند علنی و آشکار کرده بدی های شما رو پوشنده پرده روش انداخته خب بدی هایی رو که پرده انداخته چه لزومی دارد که شما این بدی ها را هی رو کنید و به رخ دیگران بکشید و به دیگران هی خبر بدید و این اینها رو برملا کنید هیچ دلیلی نداره فرمود اگر بدیهای همدیگر را میدانستید یعنی پرده از کار همدیگر برداشته میشد هیچ فردی حاضر نبود کسی دیگر را دفن کنه این که ما الان به هم دیگه احترام میذاریم و به هم دیگه برای هم اعتبار قائلیم به خاطر این است که خداوند بدی ها رو پوشنده خداوند ستار و امام رضا علیه السلام در جای دیگری امام رضا علیه السلام فرمود که ستارالعیوب بودن رو شما مردم از خدا یاد بگیرید و این سنتی از خدا که شما مردم باید به این سنت عمل کنید ستار العیوب باشید لو تکاشفتم ما تدافنتم اگر اسرار زندگی همدیگر بر شما معلوم می شد بر همدیگر افراد هم اسرار زندگی همدیگر رو می دونستن هیچ کسی کسی دیگر را دفن نمی کرد حدیث دیگری باز عرض بکنم امیر از همین سلسله که حضرت عبدالعظیم نقل میکنه سند رو میرسونه به امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود اندکم لن تسعون ناس به انوالکم فسعوهم به بتق... طلاقت الوجه و حسن اللقاء شما نمی توانید با اموالتان همه مردم رو راضی نگه دارید هیچ کس مال نامحدود نداره که بتونه مردم رو با اموالش خوشحال کنه و راضی کنه هی hey, به دیگران پول ببخشه اما با خوش برخوردی با خوشاخلاقی با روی گشاده وقتی با مردم برخورد بکنید مردم همه از شما راضی می شوند. خب اینجا این حدیث طولانی است من خیلی دیگه اینجا وقت وقتو نمیگیرم میپردازم به یکی دو تا حدیث دیگر از جمله نقشه مهم و اساسی که حضرت عبدالعظیم ایفا کرد این بود که در اون زمانی که کم کم جامعه داشت آماده میشد برای این که میلاد امام اسخ علیه السلام رخ دهد و بزرگترین رویداد عالم خلقت که ظهور امام عصر علیه السلام باشه در واقع مراحل آغازینش انجام بشود و مردم آشنا بشوند با امام عصر علیه السلام و آماده غیبت ایشون بشوند بالاخره این نکته مهمی بود که ائمه قبل از حضرت حجت یعنی یازده امام قبلی همه آدرسشون رو در واقع مردم داشتن امام زمان علیه السلام موردی بود که یک تفاوت و یک استثناء بود در بین ائمه که آدرس ایشون رو آدرس خونه ایشون رو مردم ندارن معنای راحت کلمه غیبت همه یک کلمه است که آدرس خونه ایشون رو مردم ندارن و ایشون بین ما زندگی میکنه در همین زمین ما بین ماها منتها به شکل ناشناس و نشانی و آدرسی ازش به زبان امروزی بگیم در بین ما نیست و مشخص نیست حالا در این زمان حضرت عبدالعظیم و عده دیگر از محدثین تلاش زیادی کردند که این شناخت امام اصر علیه السلام رو به مردم منتقل کنند بزرگوار دیگری است در این جهت نقش ایفا کرده من در پرانتز یک دقیقه عرض بکنم جناب فضل ابن شازان نیشابوری کسانی که نیشابور سفر کرده ان، زیارت جناب فضل ابن شازان را از دست ندهند مقبره ایشون و مزار ایشون در چند کیلومتری شهر نیشابور در جایگاه بسیار بزرگ و مفصل و معتبر و شناخته شده در واقع در محل نیشابور قدیم که خب الان طبیعتا شده خارج از شهر نیشابور و متصل به شهر نیشابور جناب فضل ابن شازان هم نقش مهم می داشت این بزرگواران در زمانهای حدود قرن دوم و سوم تلاش زیادی کردند که فرهنگ معرفت امام مهدی علیه السلام را به مردم منتقل کنند یکی از این موارد حدیثی است که جناب عبدالعظیم مشرف می شود خدمت امام جواد علیه السلام و عرض می کنه خدمت ایشون که آقا شاید هم به عبارتی خسته شده بودن از این همه ظلم ها و ستم هایی که بر شیعیان میشد بر مردم میشد سخگیری هایی که میشد ارز میکنم که عزت عبدالعظیم عرض میکنه آقا امیدوارم شما باشید اون کسی که از اهل بیت که قرار از قیام کند و حق رو به حقدار برساند و ظالمان را سرکوب کند امام جواد علیه السلام فرمود یا اول قاسم ما مننا اول قاسم اول قاسم کنیه حضرت عبدالعظیمه اول قاسم هر کدام از ما به امر خدا قیام می کنیم در واقع هر کدام ما که کار امامت انجام می دهیم قیام است و اقدام است به امری که خداوند متعال کرده است اما اون قیام کننده ای که مورد نظر شماست الذی یطهر الله عز وجل به الارض من اهل الكفر والجحود و یملاها عدلا و قسطا اما اون قیام کننده ای که مورد نظر شماست که خداوند متعال زمین را به وسیله او از اهل کفر و منکران پاک میکند و زمین را پر از عدل و قسط یعنی عدل و داد می کند اون کسی است که تخفا علن ناس ولادته کسی است که ولادت او بر مردم مخفی میماند یعنی به طور پنهانی به طوری که کمتر کسی مطلع بشود تولد ایشون خواهد بود و یقیب و انهم شخصه و شخص او از مردم غایب می شود و هو یا رسول الله و کنیه کسی است که هم نام پیامبر است و هم کنیه پیغمبر است ما در احادیث فراوان داریم که نام حضرت مهدی سلام الله علیه نام اصلی ایشون نام پیغمبر است کنیه ایشون همون کنیه ابوالقاسم کنیه پیغمبر است و از این جور احادیث بعد امام جواد در اینجا به تفصیل ویژگی های امام عصر علیه السلام را بیان می دارد نکته ای که باید در مورد حضرت عبدالعظیم اشاره بکنیم اینه که درباره باره حضرت عبدالعظیم آثاری نوشته شده یکی از قدیمی ترین آثار که رساله مختصری است رساله است از جناب صاحب ابن عباد در قرن چهارم صاحب ابن عباد وزیر دانشمند آل بویه یا دیلمی ها بود که در جامعیت فوق العاده ای داشت در تمام علوم و شیعه امامی بود و خدمات فراوانی به ایران کرده برای احیای اقتدار ایران در قرن چهارم آثار زیادی ازش باقی مونده اونها بماند رساله مختصری در احوال حضرت عبدالعظیم نوشته که اون رساله مختصرم خوشبختانه الان موجوده در قرن چهارم باز در زمانهایش شاید اواخر قاجاریه و اینها بعضی از بزرگان منطقه ری کتاب نوشتن به نام روح و ریحان که کتاب هم الان موجوده کتاب جنت و نعیم نوشتن کتاب روح و ریحان نوشتن اخیرا همایشی بود چند سال پیش همایش حضرت عبدالعظیم الحسنی که اگر کسی بخواد آثارش رو ببینه میتونه در سایت دارالحدیث آثارش رو ببینه حدود 25 جل کتاب درباره حضرت عبدالعظیم چاپ شد یکی از اون کتاب ها کتابی است به نام عبدالعظیم الحسنی حیاته و مسنده یا به نام فارسیش زندگانی حضرت عبدالعظیم علیه السلام از مرحوم آیت الله شیخ عزیز الله اتاردی مرحوم اتاردی که دو سال پیش فوت کرد در سنی نزدیک به هشتاد سالگی عالم محققی بود عالم بزرگواری بود در تاریخ و سیره زحمت زیادی کشیده بود کتاب های متعددی درباره اهل بیت نوشته بود و زمانی که ایشون از خراسان به تهران آمد حدود سالهای 42, 41, 42 اون زمانهای از اولین کارهایی که ایشون کرد کتابی در احوال حضرت عبدالعظیم نوشت که همین کتاب زندگانی حضرت عبدالعظیم هست که در این کتاب ایشون حدود هشتاد حدیث از احادیث حضرت عبدالعظیم رو گردآوری کرد و این برای ظاهرا برای اولین بار بود که این کار داشت انجام میشد که این همه احادیث از حضرت عبدالعظیم در باب عقاید در باب اخلاق در موارد دیگر نوشته بشود خوشبختانه اخیرا در معماری حرم معماری جدید حرم حضرت عبدالعظیم به صورت کتیبه این احادیث رو دور تا دور حرم نوشتن این کتیبه ها رو خوب است کسانی که میروند زیارت از فرصت زیارت استفاده کنند و همینجور دور حرم که بچرخند این کتیبه ها رو بخونن که در واقع یادگار علمی عبدالعظیم الحسنی است سلام الله علیه برای ما که این بزرگوار برای ما یه همچی آثاری رو به جا گذاشتن مرحوم اتاردی در این کتاب شریف و نفیس که حدود 400 صفحه داره اساتید و مشایخ حضرت عبدالعظیم رو شمرده و از لابلای منابع پیدا کرده شاگردان و راویانی که از از نقل کردن ذکر میکنه که چه بزرگوارانی بودن منابعی که از آثار ایشون استفاده کردن ذکر میکنه من جمله کتاب های مرحوم صدوق کافی مرحوم کلینی و خیلی کتاب های معتبر دیگر به هر صورت جایگاه حضرت عبدالعظیم خیلی بالاست و مقام فوق العاده ای دارد مقام معنوی جایگاهی که در حل مشکلات دارد و خب نشانش هم این که توجهی که مردم به این بزرگوار دارن از یک نکته هم غفلت نکنم یادآوری بکنم مرحوم محدث قومی وقتی که در مفاتی هلجنان زیارت حضرت عبدالعظیم رو بیان میکنه بعد اونجا اشاره میکنه میگه زائران حضرت عبدالعظیم دو تا عالم که در جوار ایشون دفن شده ان، از زیارت این دو تا عالم بزرگوار غفلت نکنند البته علمایی که در اطراف حرم حضرت عبدالعظیم مدفون شده اند زیادند یکی از کتاب های همون همایش حضرت عبدالعظیم دو جلد کتاب به عنوان مدفونین در حرم حضرت عبدالعظیم و حومه حرم عبدالعظیم هست دو جلد کتابی که اونجا نوشته شده به تفصیل گفته شده من حالا به همه کار ندارم دو موردی رو عرض میکنم که محدث قومی اشاره میکنه محدث قومی اشاره میکنه که کسانی که زیارت حضرت عبدالعظیم مجرف میشوند دو تا عالم بزرگ شیعه رو که در جوار حضرت عبدالعظیم هستند از زیارتشون غفلت نکنند یکی جناب ابوالفتوح رازی است که در قرن ششم بوده صاحب تفسیر معروف تفسیر ابوالفتوح رازی که تفسیر بزرگی است در 20 جلد اخیرا هم چاپ شده بارها چاپ شده و اخیرا هم در 20 جلد چاپ شده تفسیر مهمی است جناب ابوالفتوح رازی در زمان خودش در قرن ششم عالم بزرگ شیعه بوده در زمانی که ری سه تا محله اساسی داشته محله بزرگ محله شیعه ها محله شافعی ها و محله حنفی ها در اون زمان جناب ابو رازی عالم و واعظ شیعه ها بوده در محله شیعه ها و در و به هر صورت این بزرگان در زمان خودشون تلاش زیادی کردند تا این معارف و حقایق شیعه رو به ما منتقل کنن و حق بزرگی به تک تک ما دارن یکی این بزرگواره یکی دیگه جناب ابن بابویه شیخ صدوق که اشاره کردم در لابلای بحث به این که جناب ابن بابویه شیخ صدوق در قرن چهارم بوده صاحب حدود 300 کتاب که از این 300 کتاب حدود 25 تاش فقط دست ما رسیده اما همین 25 تا کتاب از من لایحزار و فقیه که یکی از چهار کتاب اصلی شیعه است از کتاب اربعه از تا کتاب های فراوان دیگر که خودش جای جلسه مستقلی می طلبه حال جناب ابن باوه در جوار از عبدالعظیم به فاصله کوتاهی از حرم عبدالعظیم هست و محدث قومی تأکید میکنه که زیارت جناب ابن بابوه را هم از دست ندهید امیدوارم خداوند توفیق زیارت این بزرگواران توفیق معرفت این بزرگواران رو معرفت روزافزونشون رو به ما عنایت بکنه و همینطور که حضرت عبدالعظیم در زمان خودش به امامان زمان خودش در هر زمان به امام زمان خودش خدمت کرد و ترویج کرد امام زمانش را ما هم انشاءالله بتوانیم که معرفت نسبت به امام زمانمون داشته باشیم و ترویج کنیم نام و یاد اون بزرگوار را و این میراسی که بزرگواران قدیم به ما رسنده اند بتوانیم به خوبی هم ازش حفاظت کنیم هم خوب نگهداری کنیم و هم به خوبی به نسل بعدی منتقل بکنیم و صلی الله علی محمد و آل محمد ان الخلق لا ترى بلا اسمع لك عزيزا بلا مجموعه يا ابن الحسن